به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. کمیته روابط خارجی پارلمان کانادا قتل و مزارع ها در زمان عبدالرحمن خان در افغانستان را به رسمیت شناخته است. این کمیته با نشر گزارش گفته که جنایات دسته جمعی را که هزاره ها بین سالهای 1891 تا 1893 میلادی تحت فرمان عبدالرحمن خان پادشاه سابق افغانستان متحمل شدن به رسمیت می شناسد. در این گزارش آمده است که هزاره ها در حال حاضر نیز در افغانستان با آزار و اذیت مواجه هستند و پیشنهاد می کند که روز 25 سپتامبر سال به عنوان روز یاد بود از قتل عام هزاره ها توسط عبدالرحمن تعیین شود. این گزارش بر بنیاد شهادت شماری از محققان و استادان دانشگاه در مورد وضعیت هزاره ها در افغانستان تهیه شده است. در این گزارش آمده است که شاهدان شواهد قانع کننده درباره آزار و اذیت تاریخی هزاره ها در اواخر قرن 19 ارائه کردند و شهادت های آنان درباره نسل کشی سال های 1891 تا 1893 در کل جامعه از تأثیرات پایدار آن ارائه داد و نشان داد که چگونه سکوت پیرامون آن آزارگران فعلی هزاره ها را تقویت کرده است. کمیته روابط خارجی پارلمان کانادا و نقل از شاهدان نوشته است که بر اساس دستور عبدالرحمن خان 62% از جمعیت هزاره ها در افغانستان قتل عام شدند و تقریبا تمام هزاره های ساکن در آرزگان کشته شدند. بر اساس گزارش شاهدان گفتند هزاره هایی که از قتل عام نجات پیدا کردند با مصادره زمین، آوارگی و ببردگی گرفته شدند مواجه شدند. شاهدان به این کمیته گفتند که بر اساس مفاد کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی، آزار و اذیت شکنجه هزاره ها نسل کشی است. آنان گفتند که قصد نابودی هزاره ها به صراحت در فتواهایی که علیه آنها تحت حاکمیت عبدالرحمن خان صادر شده است مشاهده می شود. بدنبال ادامه جنایت رژیم اسرائیل و تجدید جنگ در لبنان، رسانه های بین المللی گزارش دادند که ترکیه بیش از 2000 شهروندش را از این کشور خارج کرده است. رویترز گزارش داده است که دو کشتی نظامی ارتش ترکیه بیش از 2000 شهروند ترکیه و تعدادی از شهروندان سایر کشورها از جمله بلغارستان، رومانیا و قزاقستان را از طریق بندر بیروت از این کشور خارج کرد. به گفته منابع در وزارت خارجه ترکیه انتظار می رود این کشتی ها امروز پنجشنبه 19 میزان پس از حدود 12 ساعت سفر دریایی به بندر مرسین در شرق دریای مدیترانه ترکیه برسند. منابع در ولایت نیمروز در جنوب غرب کشور از کشف و ضبط یک محموله پر از اسلحه و مواد مخدر توسط طالبان که به صورت قاچاقی عازم ایران بود خبر دادند. در این حال طالبان تنها کشف محموله از مواد مخدر را تایید کرده اما با موجودیت اسلحه در این محموله قاچاقی اشاره نکرده است. منابع معتبر گفتند که این محموله شامل سلاح‌های سبک و سنگین و نزدیک به 1 تن مواد مخدر بود و عصر چهارشنبه 18 میزان از نقطه صفری مرز افغانستان و ایران توسط طالبان کشف و ضبط شد. خبر وحشتناک کمر آمریکا را شکست. وقوع طوفان هولاک در آمریکا که کمر این کشور را شکست. در پی وقوع طوفان منابع میگویند که حدود 2 میلیون خانه در تاریکی فرو رفته و کسب و کار نیز تعطیل شده است. بر بنیاد گزارش ها تعداد خانه ها بدون برق در منطقه طوفان زده به سرعت در حال افزایش است، زیرا بادها به خطوط برق آسیب فراوان رسانده و سیلاب برق مناطق را به زیر آب برده است. آخرین برآورد نهادهای نظارتی آمریکا حاکی از این است که بیش از 2 میلیون خانه و کسب و کار در سراسر فلوریدا با قطعی برق مواجه است. برخی از ساکنان ویدیوهایی را از قطع شدن برق کل محله در فضای مجازی منتشر کردند. گزارش ها از مرگ مردم در بخش سن لوسی. دفتر کلانتری بخش کانتی سن لوسی در ساحل شرقی فلوریدا به بی بی سی گفته است که بیش از 1 نفر در این ناحیه جان باخته است. کیت پیپرسون کلانتر سن لوسی گفت چندین گردباد در این ناحیه به زمین رسید و برخی از مردم جان خود را از دست دادند. مقام ها گفتند که گردبادها
پیش از آن که طوفان به طور کامل از راه برسد خیلی ناگهان رخ داد. مقر کلانتری این ناحیه پیشتر احتمالاً بر اثر وقوع یک گردباد تورنادو تخریب شد، اما کسی در آن آسیب ندید. و در پایان، نمایندگی ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که اداره تنظیم امور زندان‌های طالبان تعهد داده است که درهای زندان‌ها را برای ناظران یونما باز می‌کند. رضا تنبایو رئیس یونما از تعهد دوامدار این اداره برای دسترسی ناظران به زندان‌ها استقبال کرده است. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.